بسم الله الرحمن الرحیم. این ماکتی که مشاهده میکنید ماکت شهر هرات با 11 تا مدرسه رسالت که در نقاط مختلف شهر هرات ساخته شده. این مدرسه فروغ جواده که در ولایت فراه ساخته شده، روستای حسین آباد یزده. مساحت زیربنای این 1700 متر مربع و در دو شیفت دانش آموزان و دختر و پسر تحصیل میکنن و در هر شیفت 350 نفر تحصیلاتشون رو در این قسمت انجام میدن و 16 تا کلاس داره. مدرسه کنار که هستش مدرسه حضرت معصومه است به عنوان رسالت 5. این مدارس رو بانیون و خیرین مدرسه ساز به ما زمین و هزینه‌شو اهدا کردن و مؤسسه خیریه امام جواد این مدارس ساخته و در ما هم این مدرسه رو با مؤسسه علمی فرهنگی سپهر اندیشه واگذار کردیم و کارهای تحصیلی و معلمینشو این مجتمع علمی انجام میده. این هم 1100 متر مربع زیربناست در دو طبقه که طبقه سومش سالن همایشه به مساحت 500 متر مربع و دارای 16 کلاس هست. این کلان 11 تا مدرسه در دور تا دور هرات، رسالت 1 در رسالت پای مناره های هرات، عقب مناره های هرات در دو باب، یک مکتب مربوط به خواهرانه و یک مکتب مربوط به برادران، این میشه رسالت 1. رسالت 2 در دولتخانه هست که به نام المهدی نامگذاری شده و اینم دو بابه، یعنی دو تا مدرسه هست، یکی برای خواهران و یکی برای برادران. رسالت 3 در بازار خشک هست در این قسمت به نام زینبیه و اینجا پایین آب هست که به نام کنار مسجد حضرت بلا ساخته شده در روستای پایین آب و در اختیار مؤسسه علمی فرهنگی سپهر اندیشه است. کلن زحمتی که میکشه مسئولیت این مدارس رو ما به مجتمع علمی فرهنگی سپهر اندیشه واگذار کردیم که وظیفه تحصیل معلمین و هزینه های اون رو به عهده داره. در این مدارس که هزینه ساختش رو بانیان خیر دادن، تقریبا 1700 تا دانش آموز دختر و پسر مستمند به صورت رایگان در این مدارس تحصیل میکنن که هزینه هاشون رو مؤسسه خیریه امام جواد پرداخت میکنه. یک مدرسه دیگه هم که بود که توضیح دادم فروغ جواد بود که در ولایت فراه بود. رسالت 6 میشه در اون قسمتی که به سمت سلام پل پشتو هست در شهرک خاتم الانبیا که در اون شهرک ساخته شده و مدرسه رسالت 6 داده شده. و رسالت 7 در قردرواز در جاده اتحاد هست. این قسمت این رسالت رسالت 7 و رسالت 8 در اون قسمت که کارته هستش و یکی از استانداردترین و بزرگترین مدارسی هستش که در هرات ساخته شده و با استانداردهای نوین جهانی هستش. این ماکت رسالت 1 1500 متر مربع زیربناش هست که در دو باب هست و 850 تا دانش آموز دختر و پسر در این مدرسه تحصیل میکنن. این مدرسه که سال 1390 در آینده هم ما یک مرکز تربیت معلم قراره که در کلنگ سنگ تحتابش گذاشته شده و انشالله در سالهای آینده به اتمام میرسه و یک دانشگاه هم به نام یکی از ائمه قرار شده در شهر هرات، زمینش آماده شده در اختیار مؤسسه خیریه امام جواد قرار داده شده که انشالله از این به بعد دانش آموزانی که در شهر هرات تحصیل میکنن بتونن از دانشگاه خیریه امام جواد هم استفاده بکنن. یک سای شاگرد های مکتب است که فکر میکنم اغلب ازی در هرات و سایر نقاط افغانستان باشه، از فرا گرفته تا بعضی از ولایت همجوار که در اونجای مکاتب از طرف این نهاد فرهنگی و کمک های انسان دوستانه تهیه شده. طوری که قبلا هم شنیدین مکاتب زیادی در غرب هرات و در مرکز هرات و ولایت هم به ترتیب آماده برای پذیرش شاگردان زیادی هست. البته اینجا بخش هنری هم هست که گلدوزی و بافت و اینا هست که فکر میکنم توسط دخترانی هست که یا بانوانی هست که در این نمایشگاه در این آموزشگاه درس میخوانند و یه نمونه بارزی از صنعت گلدوزی و
بافت و حتی خامکدوزی به اصطلاح که لباسهای افغانی را تهیه میکنن. همچنین در دیوار هم کارهای هست که به ترتیب از طرف شاگردان تهیه شده. سابقه کاری خیریه امام جواد تقریبا 25 سال است که هفته گذشته افتتاح این نهاد بشر دوستانه که 25 سال سابقه کار داره و هزاران نفر تحت پوشش خود در ولایات مختلف افغانستان داره و همچنین در زمان هجرت مهاجرین که شمار زیاد در اینجا بودن برایشون رسیدگی میشد، برای اطفال امکانات آموزش فراهم میشد و قرطاسیه و دیگه لوازم را به اختیارشان میگذاشتن. طوری که به ما گزارش دادن اکثرا همکاران خیر امام جواد افتخاری کار میکنن و هیچ گونه حقوق نمیگیرن. البته ما دو نهاد بشردوستانه در افغانستان داریم که یکی خیر امام جواد است و یکی خیر شهدا است که هر دو در کنار هم برای گسترش تعلیم و تربیت برای اطفال مهاجرین و همچنین برای اطفالی که پس از برگشت به افغانستان خصوصا به ولایت هرات نمرود و فرا برگشتن امکانات آموزش برشون فراهم شده. و طوری که قبلا هم گزارش مفصلی از چی بود، از مکاتب بود، و اینجا هم لباس هایی هست که بازم فکر میکنم توسط شاگردان مکتب تهیه شده، برای که بخش های برای آموزش گلدوزی خیاطی هم هست که بتونن در آینده برای ایجاد شغل یا برای کمک کردن به فامیل بتونن از آموزش های حرفه‌ای خیاطی و گلدوزی و اینا هم استفاده کنن. این هم نمونی از گلدوزی ها و از کار هست. شما یکی از هنرمندان و دختر میبینین که با وجودی که دست نداره کوشش میکنم که کتاب باش صحبت بکنم. خب اگر بگویی که نام چیست و چطور میتونی نوشته کنی با وجودی که دستم نداری، اگر لطفا خود معرفی بکنی، چند سال هستی و مدرسه امیر کلاس چند است؟ من فاطمه حسینی هستم، کلاس پنجم. بعد با کمک خدا من میتونم با دو تا دستم بنویسم. بعد دیگه دوست دارم هم در زندگی من پیشرفت کنم. تحت پوشش خیلی امام جوادم هستم، خیلی هم بهم کمک کردن، دستشون درد نکنه، ازشون هم راضیه. تشکر. این نقاشی هم که شما دیدین، این نقاشی هم به دست دختران و پسرانی که در آموزشگاه های خیریه امام جواد درس میخوانن تهیه شده. دستگاه رسیدگی است که مثلا از هشت مقر کنه نخته یه میکنه.
این یکی از مکاتب خیر امام جواد است که در دو طبقه خود شده و ظرفیت تقریبا 2400 شاگرد در دسترس فرد دارد. در پردو کارهای هنری نمایشگاه عکس هم هست که در اینجا در همین محفلی که بعدا میبینیم و صدها نفر در شرکت میکنن. سلام جواد، خوش آمدید. خوش آمدید. سلام. خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. سلام. کارخانه زیم در خود مشهد است، یعنی از طرف مهاجرین افغانی تمویل میشه. بله بله. این فی اصل یوسفی که یک از همکاران فعال فرهنگی خیر امام جواد هستند، نمایشگاه عکس است در اینجا و بعض نقاشی هست و همچنین نوشته‌ای است که بهتر از خودشون در رابطه توضیح بدن. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. آثاری که در اینجا مشاهده میکنین بیشتر در حوزه هنر نقاشی و همچنین هنر سوختکاری روی چوب دیده میشه آثار و کار هنرمندای مهاجر افغانستانه که در مشهد رضوی در خانه هنرمندان افغانستانی آثار آفریدن. آثار در دو بخش طراحی شده و یک بخش قسمتی و زوایای از زندگی طبیعی مردم افغانستان با سلام علیکم خوش آمدید و همچنین قسمت دیگر از آثار در رابطه با بله ادامه بدم. آثار تاریخی جامعه افغانستان که در دسترس بازدیدکننده هم علاقه اونها قرار گرفته است. تعدادی از هنرمندان معلوم میشه که تعدادشون فوت کردن که بودا معرفی بکنه. بله سال گذشته یادواری داشتیم برای استاد تابش که مجموعه آینه مه بیاد بود ایشان منتشر شد و در همین نکو داشت که در سال دوم سالگرد استاد برگزار شد، عده زیادی از فرهنگیان شاعران و نویسندگان افغانستان در مشهد رضوی بیراد سخن و ارائه نظرشون پرداختند.